قبلا فکر می کردم که شفا یافتن از سرطان نقطه اوج سفرم است. به نظر می آمد که آن رویداد نقطه اوج تمامی حوادث زندگیم و انتهای داستان من است. اما آن روز در دبی متوجه شدم که شفا یافتن فقط شروع تازه است. آغاز فصل نوینی است از وقایع بزرگتر و تنها وظیفه من این است که به سوی نامعلوم قدم بردارم. متوجه شدم که برای وقوع آن لازم نیست کاری انجام دهم، فقط باید اجازه دهم که اتفاق بیفتد. در آن لحظه گفتم که من آمادم، هر چیزی را که برایم در نظر گرفته اید میپذیرم. حالا میفهمم. یک هفته از اقامتم در دبی گذشته بود. صبح روز 16 مارس وقتی از خواب بیدار شدم، سراغ ایمیل هایم رفتم و منتظر پیام های تبریک برای تولدم از طرف خانواده و دوستانم بودم. اما با تعجب پیغام یکی از سردبیران مؤسسه انتشاراتی هی هاوس را دیدم که نوشته بود: آقای ویندایر، پس از خواندن تجربه نزدیک به مرگ شما، به داستانتان بسیار علاقه‌مند شده است. اگر مایل به نوشتن کتابی درباره تجربه‌تان هستید، مؤسسه انتشاراتی هی هاوس آماده و مشتاق است که در تنظیم و انتشار آن با شما همکاری کند. وقتی این عبارات را می‌خواندم، نمی‌توانستم جلوی اشک‌هایم که از گونه‌هایم سرازیر می‌شد را بگیرم. با خودم گفتم چه هدیه تولد فوق‌العاده‌ای، این تایید احساسی است که ویروس به من دست داده بود. در واقع من قبلا نوشتن کتابی را شروع کرده بودم و حتی در مورد چگونگی انتشار آن هم تا حدودی فکر کرده بودم، اما این مسئولیت دلهره‌آور و ورای تواناییم به نظر می رسید. تا همین دیروز حتی آمادگی آن را نداشتم که تجربه ام را با افراد بیشتری در میان بگذارم. طی ماه‌های گذشته افراد زیادی از من پرسیدند که آیا نوشتن کتابی درباره NDEM را شروع کردم، و وقتی جواب مثبت میدادم از من میپرسیدند که آیا ناشری هم پیدا کردم، و من جواب منفی میدادم. اغلب آنها میگفتند تجربه‌ات بسیار جالب و شگفت‌انگیز است، اما این روزها پیدا کردن ناشری که حتی حاضر باشد نوشته‌ات را بخواند کار آسانی نیست. در حال حاضر متون از این دست به قدری زیاد شده که ناشرین حتی نگاهی هم به آن نمیاندازند. بنابراین آماده باش که بارها و بارها جواب رد بشنوی. ادهی هم می گفتن یک نماینده ادبی احتیاج داری تا نسخه کتابت را به یک ناشر معرفی کند، وگرنه آنها زحمت نگاه کردن به آن را هم به خودشان نخواهند داد. شاید هم بهتر باشد خودت اقدام چاپ کنی، این کار به مراتب آسان تر است. من به یکایی که این افراد جواب می دادم، در هر حال قصد ندارم در به مؤسسات انتشاراتی را بکوبم یا التماس کنم که کتاب مرا بپذیرند. می دانم که سرگذشتم آن طوری که قرار است پخش خواهد شد، اگر لازم باشد که به دست مردم برسد، خود عالم هستی به نحوی ترتیب این کار را خواهد داد. وقتی دوباره به مسیر زندگیم نگاه می کنم، برایم کاملا روشن می شود که هر قدمی در این مسیر، هم قبل و هم بعد از NDA، هم رویدادهایی که آنها را مثبت تلقی می کردم و هم رویدادهای منفی، در نهایت به خیر و صلاح من بوده است و هر قدم مرا به جایی که امروز به آن رسیدم هدایت کرده است. مفهوم دیگری که برایم کاملا واضح شده این است که این جهان فقط چیزهایی را به من می‌دهد که آماده دریافت آن باشم، و آن هم در زمانی که آمادگی آن را دارم. ترسی که از معروف شدن داشتم سرعت این فرآیند را کاهش داد، ولی زمانی که این ترس برطرف شد، بلافاصله تایید عالم هستی را از طریق ایمیل مؤسسه انتشاراتی هی‌هاوس دریافت کردم. این خود من هستم که اجازه می‌دهم که چه مقدار از آن چیزی را که می‌خواهم در زندگی‌ام وارد شود یا حتی وارد نشود. کتابی که اکنون در حال مطالعه آن هستید از دیدگاه من آخرین گواه این مطلب است. اگر محیطی که در آن متولد و بزرگ شدم، دیدی که نسبت به خود داشتم و واکنش هایی که در رویارویی با صحنه های زندگی از خود نشان می دادم به نحو دیگری بود، احتمالاً هیچگاه مبتلا به سرطان نمی شدم و بدون ابتلا به این بیماری تجربه نزدیک به مرگ هم برایم پیش نمی آمد. در آن صورت بینش نوینی هم پیدا نمی کردم که آن را با جهان در میان بگذارم. اگر هر یک از این مراحل حذف شده بود، بدون تردید نتیجه نهایی هم کاملا متفاوت می شد. البته لازم نیست که حتما تجربه نزدیک به مرگ داشته باشیم تا بیماری ما شفا پیدا کند یا هدف بزرگی را دنبال کنیم، اما می توانم با اطمینان بگویم که مسیر شخصی زندگیم مرا به اینجا رسانده است. هر چیز فقط زمانی رخ می دهد که ما آمادگی آن را داشته باشیم. اینک کاملا درک کردم که وقتی خودم را در مرکزم قرار دهم، وقتی جای خودم را در قلب عالم هستی تشخیص دهم و عظمت خودم و ارتباطم با آنچه که در عالم وجود می باشد را احساس کنم، زمان و فواصل رنگ می بازند و مفهوم خود را از دست می دهند. برای مثال اگر در خواب عمیق باشید و در همان حال خواب پیچیده‌ای ببینید و در پایان آن ناگهان زنگ در منزل و یا تلفن به صدا درآید و ناگهان از خواب بیدار شوید،
بشنوید که واقعا زنگ دریا تلفن به صدا در آمده است. در این حالت زمان بی بود را تجربه کردید. حتی اگر زنگ در یا تلفن فقط چند ثانیه قبل از بیدار شدن شما به صدا در آمده باشد، به نظر میرسد که تمام ماجرایی که در خواب دیده اید دوران لحظه نهایی میچرخد. اگر حقیقتا تشخیص دهید که با همه چیز یکی هستید، آن وقت زندگیتان همچنین حالتی پیدا می کند. زمان و مکان اعتبار خود را از دست می دهند. مثلا من درست در لحظه مناسب ایمیل مؤسسه هی هاوس را دریافت کردم. همچنین ماجراهای مفصل و طولانی که در زندگی ویندایا در جریان بود منجر به دریافت آن ایمیل شد. پس از تجربه نزدیک به مرگ همه چیز برایم آسانتر شده است. دیگر از مرگ، سرطان، تصادف نمی ترسم و اتفاقاتی که در گذشته باعث نگرانیم می شد برایم بی اهمیت شده است. به جز وسعت یافتن در عالمی از این تر. در این میان یاد گرفتم که به خرد خود بیکرانم اعتماد کنم. حالا میدانم که من همراه با دیگران توانا و با عظمت هستیم و از عشق بی قید و شرط بهره مندیم و در این حال قادر به محبت کردن هستیم. این انرژی در تمام وجودم جریان دارد، مرا در بر گرفته و از من جدا نشدنی است. این انرژی همان فرد یا چیزی است که واقعا هستم. اعتماد به آن یعنی اعتماد به خودم. اگر خودم باشم به آن انرژی امکان میدم که مرا هدایت و حمایت کند و آنچه برای خوشی و سلامتی نهایی هم لازم است به من برساند. فقط لازم است همان عشق عظیمی که هستم باقی بمانم و با حوادث و رویدادهای زندگی هم فرصت دهم. به آن شیوهی پیش آیند که می دانم در نهایت به خیر و صلاح هم می باشند. من خودم را از نتیجه گیری های از پیش انگاشته جدا می کنم و بر این باورم که هرچه پیش آید خوب و مناسب است. اگر خودم باشم به خود با عظمتم فرصت می دهم را به آن جهتی هدایت کند که خیر و صلاح خودم و سایرین در آن است. در واقع این تنها کاری است که باید انجام دهم. در چنین چارچوبی آنچه متعلق به من است بدون تلاش و به نحو شگفت‌انگیز غیر منتظره و غیر قابل تصوری در زندگیم وارد می شود و هر روز حقیقت مرا که عشق و توانایی است نمایان می کند. فصل 15. چرا بیمار شدم و چرا شفا یافتم؟ در دوران تجربه نزدیک به مرگ همه چیز چنان واضح و روشن بود که حالا وقتی تجربه ام را با دیگران در میان میگذارم متداول ترین سوالی که از من میپرسند این است: چه عاملی سبب شد به سرطان مبتلا شوید؟ بسیار طبیعی است که اغلب مردم بخواهند جواب این سوال را بدانند. قبل از اینکه به این موضوع بپردازم میخواهم همه را از خطری که مطرح کردن چنین موضوعی به همراه دارد آگاه کنم. یکی از خطرات این است که آنچه میگویم ممکن است این مفهوم را الغا کند که اشخاصی که بیماریشان درمان نمی شود یا هنوز مبتلا به سرطان یا سایر بیماری ها هستند به نوعی کم ارزشتر از کسانی هستند که شفا یافتند. چنین برداشتی اصلا صحیح نیست. نگرانی دیگر من این است که آنچه میگویم ساده انگاری جلوه کند، مخصوصا اگر خودتان و یا فردی که میشناسید هنوز از نوعی بیماری رنج میبرید. این یکی از اولین مشکلات مربوط به زبان است. یعنی کلمات گاهی بیشتر از آن که سود برسانان آزاردهنده هستند. بنابراین میخواهم تاکید کنم اشخاصی که مبتلا به سرطان هستند و هنوز درمان نشدند افراد فوق‌العاده‌ای هستند و بیماری آنها مربوط به سفر شخصیشان و هدفی است که در آن نهفته است. من اکنون میفهمم که بیماریم جزی از عللی است که سبب شدند اکنون اینجا باشم. ولی چه انتخاب میکردم که بمیرم چه به این دنیا برگردم، در هر دو صورت فرد فوق‌العاده‌ای بودم. البته میدانم افرادی هستند که با نگرش من درباره شفایابی موافق نیستند و البته این را کاملا درک میکنم. من فقط آنچه را که در آن زمان برایم پیش آمد بیان میکنم و امیدوارم حرفهایم به دیگران کمک کند. همانطور که قبلا هم گفتم متداول‌ترین سوالی که مردم از من میپرسند این است که چه چیز باعث ابتلای من به سرطان شد. من میتوانم پاسخ را در یک کلمه خلاصه کنم: ترس. از چه می ترسیدم؟ تقریبا از هر چیز. از شکست خوردن، مورد علاقه نبودن، مایوس کردن دیگران، شایسته نبودن و علاوه بر همه اینها اصولا از بیماری به خصوص سرطان و روش های درمانی آن می ترسیدم. من هم از زنده بودن می ترسیدم و هم از مرگ وحشت داشتم. ترس بسیار موذیانه عمل می کند و می تواند بیان که متوجه شویم به تدریج در ما نفوذ کند. حالا که به گذشته نگاه میکنم متوجه میشوم که از کودکی به اغلب ما آموختند که بترسیم و من تصور نمیکنم که ما با این صفت متولد شده باشیم. من معتقدم که ما در حال حاضر هم همان چیزی هستیم که میخواهیم تمام عمرمان را صرف رسیدن به آن کنیم. فقط این واقعیت را تشخیص نمیدهیم. وقتی به این جهان میاییم به عظمت خودمان واقفیم، ولی نمیدانم چرا
به تدریج که بزرگتر می شویم آگاهی های من محو می شود. چنین حالتی در ابتدا نامحسوس است و از نگرانی های کوچک مانند مورد علاقه نبودن و لیاقت نداشتن شروع می شود. شاید علتش این باشد که ظاهرمان با همسن های من فرق دارد. از نژاد دیگری هستیم. قدمان خیلی بلند یا خیلی کوتاه است. خیلی چاق یا خیلی لاغریم. قراره که دلمان میخواهد مثل دیگران باشیم. من به یاد ندارم که هیچگاه کسی مرا تشویق کرده باشد که واقعا خودم باشم یا با خودم صادق باشم یا من اطمینان خاطر داده باشد که مهم نیست با دیگران فرق داشته باشم. تنها چیزی که به خاطرم مانده آن صدای آزاردهنده سرزنش است که هنوز در سرم میپیچد. من فقط در پی خوشنود کردن دیگران بودم و از سرزنش شدن تحت هر عنوانی وحشت داشتم. تلاش زیادی میکردم که هیچ کس برداشت نادرستی از من نداشته باشد و همین روش سبب شد که به مرور زمان خودم را فراموش کنم. ارتباط من با آن فردی که بودم و آن چیزی که میخواستم کاملا قطع شده بود، چون همه کارهایم برای جلب رضایت دیگران بود و رضایت خودم را نادیده میگرفتم. در واقع در سالیانی که منتهی به بیماریم شد، اگر کسی از من میپرسید چه انتظاری از زندگی دارم، مجبور بودم جواب دهم که واقعا نمیدانم. آنقدر در توقعات فرنگی غرق شده بودم که فقط سعی میکردم همون فردی باشم که آنها از من انتظار داشتند و به همین سبب واقعا نمی دانستم چه چیزی برای خودم مهم است. بعد از آنکه دوست صمیمی هم سونی و شوهر خواهر دنی مبتلا به سرطان شدند، ترس عمیقی از بیماری در من پرورش یافت. احساس می کردم که اگر این دو نفر مبتلا به سرطان شدند، پس هر کس دیگری هم می تواند مبتلا به سرطان شود. بنابراین برای جلوگیری از این بیماری هر کاری از دستم برمی اومد انجام می دادم. اما هرچه بیشتر درباره راههای جلوگیری از سرطان مطالعه می کردم، بیشتر می ترسیدم. به نظر می رسید که هر چیز می تواند سرطان زا باشد. مثلا ضمن مطالعات متوجه شدم که پاتوژن های موجود در محیط و مواد غذایی، مایکروویو، استفاده از ظروف پلاستیکی برای غذا، خوردن مواد غذایی حاوی مواد نگهدارنده و استفاده از تلفن همراه سرطان زا هستند و این لیست همچنان ادامه داشت. من نه تنها از خود بیماری می ترسیدم، بلکه از راههای درمان آن، شیمی درمانی هم وحشت داشتم. همانطور که قبلا هم گفتم، سونی در دوران شیمی درمانی از دنیا رفت و همین خاطره بر وحشت من می افزود. به تدریج متوجه شدم که هم از مردن و هم از زنده ماندن وحشت دارم. درست مثل این بود که زندانی ترس هایم شده بودم. تجربه هم از زندگی کمتر و کمتر می شد، زیرا دنیا را مکانی خطرناک محسوب می کردم و بالاخره هم مبتلا به سرطان شدم. اگرچه به تصور خودم با بیماری مبارزه می کردم، ولی معتقد بودم که به علت سرطان محکوم به مرگ هستم. با وجود اینکه هر کاری از دستم برمی آمد انجام می دادم، اما در ذهن خودم مطمئن بودم که جان سالم به در نخواهم برد و از مرگ هم وحشت داشتم. اظهارات محققان مبنی بر این که تلاش می کنند مداوایی برای سرطان پیدا کنند، برایم این مفهوم را داشت که هنوز هیچ راه حلی پیدا نکردند. به نظر می رسید که در دنیای طب مرسوم چنین مطلبی واقعیتی پذیرفته شده بود. پزشکان می گفتند که فقط روش های طبی متداول قادر به درمان بیماری هستند، ولی علم طب اذعان می کرد که هنوز راه درمانی وجود ندارد. آگاهی از این مطالب کافی بود تا ترس عمیقی در وجودم رخنه کند. حتی کلمه سرطان به خودی خود برایم ترس آور بود و آگاهی از کمبودهای علم پزشکی این احساس را که به زودی خواهم مرد تعیین می کرد. البته هنوز هر کاری از عهدم برمی آمد انجام می دادم، ولی به نظر می رسید که بیماریم در حال پیشرفت است و روز به روز وخیم تر می شود. علیرغم مخالفت آشنایانم به طب جایگزین روی آوردم، چون احساس می کردم که با روش های درمانی متداول از همان ابتدا محکوم به فنا هستم. من تمام روش های درمانی را که می شناختم شروع کردم. همانطور که قبلا هم گفتم، کارم را ترک کردم و 4 سال بعد را وقف مداوا کردم. برای درمان بیماریم جلسات ایمان درمانی، عبادت و انرژی درمانی را امتحان کردم. تمام کتاب های مربوط به سرطان را مطالعه کردم و هر روشی را که به نحوی با این بیماری ارتباط داشت یاد گرفتم. بخشش درمانی را شروع کردم و هر کسی را که می شناختم قلبا بخشیدم و دوباره بخشیدم. به هندوستان و چین مسافرت کردم و با راهبان بودایی، یوگی های هندی و راهنمایان بصیر ملاقات کردم، به امید آنکه شاید بتوانند راهی برای معالجه پیش پایم بگذارند. مدتی گیاهخواری، عبادت در بالای کوه ها، یوگا، آیوردا، تعادل چاکرا، طب سنتی چینی، شفای پرانیک و چیکنگ را دنبال کردم. اما با وجود این کوشش ها، سرطانم روز به روز بدتر می شد. کاملا گیج شده بودم، زیرا هرچی بیشتر بر روش های درمانی گوناگون متمرکز می شدم و بیشتر که قبلا هم می گفتم، بدنم توانایی جذب مواد غذایی را از دست داده بود. ماهیچه هایم به تدریج تحلیل رفتن و نهایتا حتی توانایی راه رفتنم نداشتم. صندلی چرخدار تنها وسیله حرکتم شد. سرم مانند توپ بزرگ بولینگ
روی گردنم آویزان شده بود و نمی توانستم بدون استفاده از مخزن اکسیژن که همیشه در کنارم بود نفس بکشم. شبها وقتی به خواب می رفتم شوهرم بیدار می ماند تا مطمئن شود هنوز نفس می کشم. مادرم هم در مراقبت از من کمک می کرد چون به هیچ وجه نمی توانستم از خودم نگهداری کنم. این وضعیت برای همه ما بسیار دشوار بود. من نه تنها درد خودم بلکه درد آنها را هم حس می کردم. من نمی توانم به هیچ وجه کیفیت وحشتی را که هر روز با مشاهده تحلیل رفتن بدنم احساس می کردم توصیف کنم. زندگیم به طور مویی وصل بود. در گروه های معنوی درمانی شرکت می کردم و گاهی من می گفتند که این وضعیت به انتخاب خودم بوده است. بعضی دیگر می گفتند که اصولا دنیا چیزی جز خیال باطل نیست. چنان وحشت زده و ناامید شده بودم که با خودم فکر می کردم چرا می باید چنین وضعیتی را برای خودم انتخاب کنم. حالا چطور می توانم انتخابم را تغییر دهم؟ اگر این دنیا فقط خیالی واهی است پس چرا تا این اندازه واقعی به نظر می رسد؟ اگر خدا به دعای همه گوش می کند پس چرا دعاهای مرا نمی شنود؟ در این میان به هر چیزی متوسل شدم. گذشت، پاکی، درمان، دعا و عبادت، ولی نمیفهمیدم که چرا به این وضعیت دچار شدم. نهایتا وقتی دیگر تحمل این وضعیت از من سلب شد تسلیم شدم و درونن احساس رهایی کردم. بعد از 4 سال وقتی سرطان بدنم را نابود کرد دیگر قدرت مقاومت نداشتم. بنابراین تسلیم شدم. خسته شده بودم و میدانستم که قدم بعدی مرگ است و بالاخره به جایی رسیدم که از مرگ استقبال کردم. با خودم میگفتم هر چیزی بهتر از این وضعیت است. در این موقع بود که به کما رفتم و اعضای بدنم شروع به از کار افتادن کردند. میدانستم که هیچ چیزی از وضعیتی که برای من و خانواده‌ام پیش آمده بدتر نیست. بنابراین به سوی مرگ پیش رفتم. وقتی بدنم از کار افتاد، قلمرویی را تجربه کردم که من امکان داد عظمت خودم را مبرا از ترس ببینم. تازه از نیروی بالاتری که به آن دسترسی داشتم آگاه شدم. وقتی از حیات جسمانی چشم پوشیدم، لازم نبود کار خاصی انجام دهم تا به قلم رو به دیگر وارد شوم. مثلا دعا بخوانم، اشعار آینی یا مانترا را تکرار کنم یا از کسی تقاضای بخشش نمایم یا هر تکنیک دیگری. گذر به آن طرف مستلزم هیچ کاری نبود. به نظر می آمد که حتی لازم نیست به کسی بگویم بسیار خوب، کار دیگری نمی توانم انجام دهم و تسلیم هستم. مرا بگیرید و به هر جایی که می خواهید ببرید، هر کاری می خواهید انجام دهید. وقتی در آن قلم رو به حالت روشنی رسیدم، به طور غریزی متوجه شدم که من به سبب ترس هایم در حال مرگ هستم و نگرانی هایم نمی گذاشتن خود حقیقیم را ابراز کنم. تازه درک کردم که سرطان تنبیه یا حتی چیز مشابه آن نیست، فقط انرژی خودم بود که به صورت سرطان بروز کرد. زیرا در اثر ترس هایم نتوانسته بودم خودم را به عنوان نیروی عظیمی که قرار بود باشم نشان دهم. در آن حالت وسیع شدن فهمیدم که در دوران زندگیم چقدر بی‌رحمان خودم را قضاوت کرده بودم. در آن قلم را هیچ کس مرا تنبیه نمی کرد و بالاخره درک کردم که من همه را بخشیده بودم به غیر از خودم. این من بودم که خودم را قضاوت و فراموش کرده بودم و به اندازه کافی دوست نداشتم. قضیه مربوط به هیچ کس دیگر نبود. حالا خودم را به صورت کودک زیبای عالم هستی می‌دیدم. فقط به خاطر اینکه وجود داشتم سزاوار عشق بی‌قید و شرط بودم. حالا می‌فهمیدم که لازم نبود هیچ کاری انجام دهم تا سزاوار آن باشم. نه عبادت، نه خواهش و نه هیچ کار دیگری. حالا به درستی می‌دیدم که هیچگاه خودم را دوست نداشته و ارزش خودم را درک نکرده بودم و یا زیبایی روحم را ندیده بودم. هرچند این عظمت و شکوه بی‌قید و شرط همیشه وجود داشته، اما به نظر می رسید که زندگی جسمانی به نحوی آن را پوشانده یا حتی تحلیل برده بود. این مطلب به من فهماند که دیگر دلیلی برای ترس وجود ندارد. متوجه شدم که من و در واقع همه ما به چه منبع گرانبهایی دسترسی دارم. بنابراین به یک انتخاب بسیار مهم و اساسی رسیدم. باید برگردم. این تصمیم که در یک حالت هوشیاری گرفته شد، قوی ترین انگیزه برای برگشت من بود. وقتی دوباره به جسمم برگشتم، می‌دانستم که یکایک سلول‌هایم از این تصمیم پیروی خواهم کرد. بنابراین تردید نداشتم که سلامتیم را باز خواهم یافت. در بیمارستان وقتی دوباره به جسم مادیم برگشتم، متوجه شدم که همه چیز آزمایشات، بیوپسی ها و داروها فقط برای راحتی خیال اطرافیانم است. بیشتر آزمایشات بسیار دردناک بودند، ولی می‌دانستم که به هر حال شفا پیدا خواهم کرد. زیرا آن خود نامتناهی و عظیم من تصمیم گرفته بود از طریق همین جسم زندگی کنم. بنابراین هیچ چیز در این دنیا نمیتوانست در آن تصمیم خلالی ایجاد کنم. در اینجا میخواهم این مفهوم را کاملا روشن کنم که شفای بیماریم زایده تغییر حالت ذهنی و
و یا باورهایم نبود، بلکه به این سبب بود که بالاخره به حقیقت وجودم اجازه دادم از طریق جسم فیزیکیم جلوه کند. خیلی ها از من میپرسند که آیا عاملی از قبیل فکر مثبت سبب درمان من شده است؟ جواب این سوال خیر است. حالتی که در تجربه نزدیک مرگ احساس کردم کاملا ورای ذهن بود. شفای بیماریم به آن جهت بود که افکار مضر کاملا از بین رفته بودند. من در حالت تفکر نبودم، بلکه در حالت بودن بودم، یعنی حالت آگاهی خالص که آن را عظمت نامیدم. این حالت یگانگی ورای دوگانگی می باشد. من توانستم با حقیقت وجودم تماس بگیرم، آن قسمتی از من که ابدی نامتناهی و در محدوده آن کل است. چنین حالتی مسلما ذهن ورای ماده نبود. البته نمیخواهم این برداشت را ترویج دهم که اگر ما باورهای خاصی داشته باشیم میتوانیم از بیماری اجتناب کنیم و زندگی ایدئالی بسازیم. چنین برداشتی میتواند ساده انگاری تلقی شود. منظور من رسیدن به خودآگاهی است که مقوله کاملا جداگانه میباشد. محصور کردن خود در باورهایی که دیگر برای من کاربردی ندارد ما را در حالت دوگانگی محبوس کرده و به قضاوت دائمی میکشانند. به عبارت دیگر، آنچه مطابق اعتقاداتمان است را خوب یا مثبت می‌دانیم و آنچه برخلاف آن است را تکذیب می‌کنیم. چنین ذهنیتی ما را در موقعیتی قرار می‌دهد که مجبوریم از باورهایمان در مقابل کسانی که با ما موافق نیستند دفاع کنیم. و البته وقتی بیشتر انرژیمان را صرف دفاع کردن می‌کنیم، دیگر حاضر نیستیم از آن مبانی دست برداریم، ولو برایمان کاربردی نداشته باشند. در چنین وضعیتی باورهایمان ما را تحت اختیار می‌گیرند، در حالی که باید برعکس باشد. از طرفی آگاه بودن فقط به این معنی است که متوجه شویم چه چیزهایی وجود دارند و چه چیزهایی امکان دارند، بدون اینکه آنها را قضاوت کنیم. آگاهی نیازی به دفاع ندارد. همزمان با رشد ما، آگاهی‌هایمان وسیع‌تر می‌شود و مفاهیم بیشتری را در بر می‌گیرد و به تدریج همه ما را به حالت یگانگی نزدیک‌تر می‌کند. در این حالت است که معجزات به وقوع می‌پیوندند. برعکس، باورها فقط ما را به آنچه که معتبر می‌دانیم محدود می‌کنند و از سایر مفاهیم دور نگه می‌دارند. بنابراین باورهایم باعث درمان من نشدند. تجربه نزدیک به مرگ حالت آگاهی خالص بود، حالتی که در آن باورها و عقاید تعصب‌آمیز پیشین کاملا از بین رفتند. این حالت به جسم من امکان داد که دوباره خودش را تنظیم کند. به عبارت دیگر، از بین رفتن باورها لازمه شفایابیم بود. درست در لحظه ای که اشتیاق به زنده ماندن را رها کردم، تجربه مرگ برایم پیش آمد و در حالت مرگ تشخیص دادم که هنوز زمان آن نرسیده است. وقتی از تمام خواسته هایم دست کشیدم، آنچه که واقعا به من تعلق داشت را دریافت کردم و اکنون کاملا تشخیص می دم که آنچه به دست آوردم بزرگتر از آن چیزی است که از آن دست کشیدم. تجربه نزدیک به مرگ به من آموخت که ایدئولوژی هایی که به آنها عمیقا پایبند بودم برخلاف مصلحت من بودند. عمل کردن بر اساس باورهای محکم و قطعی تجربیاتم را محدود می کند، زیرا مرا در قلمرو دانسته هایم نگه می دارد. و البته دانش من بسیار محدود است. اگر خودم را فقط به مفاهیمی که توانایی درک آنها را پیدا کردم محدود کنم، توانایی های بالقوه و آنچه که می توانم به زندگیم وارد کنم را نادیده گرفتم. اما اگر بپذیرم که درک من هنوز ناقص است و از موارد و مفاهیم نامعلوم هراسان نباشم، آن وقت قلمرو امکانات نامحدودی به رویم گشوده می شود. بعد از تجربه نزدیک به مرگ به این نتیجه رسیدم که هنگامی احساس توانایی می کنم که بتوانم اعتقادات و انکارهایم را معلق نگه دارم و پذیرای همه امکانات باشم. ضمناً چنین روشی سبب می شود که بتوانم روشنایی درونی و همزمانی بیشتری را تجربه کنم. اکنون احساس می کنم که نیاز داشتن به امر مسلم انسان را از تجربه سطوح بالاتر آگاهی محروم می کند. برعکس، فرایند آزاد شدن و رهایی از دلبستگی به هر گونه باور یا تکیگاهی پالایش دهنده و شفا بخش است. تضاد دوگانگی این است که برای رسیدن به شفای حقیقی خودمان را از شفا یافتن بی نیاز بدانیم و از هر لحظه زندگی لذت ببریم و به مسیری که زندگی برای من تعیین می کند اعتماد کنیم. آگاهی از این واقعیت که من فراتر از جسم بیولوژیکی و بی نهایت عظیمتر از آن هستم برایم اهمیت زیادی داشت. باز هم می خواهم تأکید کنم که بیماری تقصیر ما نیست. اگر برداشت من خلاف این واقعیت باشد، زندگی برای کسانی که بیمار هستند ناامید کننده خواهد بود. به نظر من بیولوژی ما نسبت به آگاهی من واکنش نشان می دهد. فرزندان من، حیوانات و محیط من هم همینطور. آگاهی من می تواند به مقیاسی به مراتب وسیع تر از تصور ما شرایط کره زمین را تغییر دهد، زیرا همه ما به هم متصلیم و من هرقدر این موضوع را تکرار کنم باز هم کافی نیست.
به نظر من قدم اول برای درک آگاهانه این است که هدف طبیعت از ایجاد هر چیز را بفهمیم. برای مثال از جسممان و محیطمان آگاهی پیدا کنیم و بتوانیم موجودیت هر چیزی را همانطور که هست محترم بشماریم، بدون آنکه بخواهیم تغییری در آنها به وجود بیاوریم. و این نگرش شامل خودمان هم میشود. میباید شکوه و جلال را که عالم برایمان در نظر گرفته درک کنیم، بدون آنکه بخواهیم آن را تغییر دهیم. در آن صورت دیگر لازم نیست سعی کنیم زندگی ما را با انتظاراتی تطبیق دهیم که دیگران از مفهوم کمال دارند و در صورت شکست احساس بی‌لیاقتی کنیم. وقتی به نهایت تواناییم میرسم که به خودم فرصت دهم همان کسی باشم که زندگی برایم رقم زده است، به همین سبب زمانی شفا یافتم که تمام اقدامهای آگاهانه متوقف شد و نیروی حیات رشته امور را به دست گرفت. به عبارت دیگر وقتی به نهایت تواناییم میرسم که در جهت زندگی حرکت کنم و نه برخلاف آن، من به راحتی می توانم درباره مقوله شفا یافتن صحبت کنم و به شما بگویم که هیچ اقدامی نکنید و بگذارید زندگی مسیر خود را بفرماید، زیرا خودم چنین تجربه ای داشتم. اما موقعی که در بحبوحه سختی قرار می گیرید، انجام چنین کاری یا حتی فهمیدن اینکه از کجا شروع کنید کار بسیار دشواری است. با این حال تصور می کنم که راه حل خیلی ساده تر از آن است که به نظر می رسد، ولی در زمان ما به صورت یکی از رمز و رازهایی در آمده که به بهترین وجه از نظرها دور نگه داشته شده و آن اهمیت عشق به خود است. ممکن است از شنیدن این راه حل ابرو در هم بکشید یا کز کنید، اما هرقدر بر اهمیت پرورش عشق عمیق نسبت به خودتان تاکید کنم بازم کافی نیست. من به خاطر ندارم که کسی حتی یک بار مرا تشویق کرده باشد که خودم را عزیز و گرامی بدانم. در واقع چنین چیزی حتی به ذهن خودم هم خطور نکرد، زیرا چنین برداشتی معمولا خودخواهی تلقی می شود. اما تجربه نزدیک به مرگ به من آموخت که همین امر کلید شفای بیماریم بوده است. در تاپستری زندگی همه ما به هم متصلیم. هر یک از ما هدیه‌ای هستیم برای اطرافیانمان تا به دیگر کمک کنیم تا آن کسی که هستیم بشویم و همه با هم تصویر کاملی بیافرینیم. این موضوع در دوران تجربه نزدیک به مرگ کاملا برایم روشن شد، زیرا متوجه شدم برای آنکه بتوانم خودم باشم میبایست عشق باشم. این درسی است که زندگی مرا نجات داد. بسیار از ما هنوز بر این باوریم که باید کوشش کنیم تا بتوانیم سایرین را دوست داشته باشیم و با آنها عشق بورزیم، اما مفهوم چنین وضعیتی این است که در حالت دوگانگی زندگی کنیم، چون در اینجا یکی دهنده است و دیگری دریافت کننده. اما وقتی بفهمیم که ما عشق هستیم، این مشکل را پشت سر می‌گذاریم. یعنی اگر درک کنم که جدایی بین من و تو نیست، اما متوجه باشم که من عشق هستم، آن وقت می‌فهمم که شما هم عشق هستید. اگر به خودم علاقه دارم، پس خود به خود همین احساس را نسبت به شما خواهم داشت. در دوران تجربه نزدیک به مرگ متوجه شدم که تمام عالم هستی از عشق بی قید و شرط تشکیل شده و من هم نمادی از آن هستم. هر اتم، هر مولکول، هر کوارک و هر تتراکوارک از عشق ساخته شده است. پس من نمیتوانم چیزی غیر از آن باشم، زیرا این جوهر من و ماهیت همه عالم هستی است. حتی چیزهایی که منفی به نظر میرسند جزئی از طیف عشق نامتناهی و بی قید و شرط میباشد. در واقع انرژی فراگیر نیرو حیاتی زندگی عشق است و من هم از انرژی فراگیر تشکیل شدم. درک همین مفهوم مرا متوجه کرد که لازم نیست کوشش کنم فرد دیگری بشوم تا سزاوار و محترم باشم. من همین الان هم همان هستم که میتوانم باشم. به همین ترتیب وقتی بدانیم که عشق هستیم، دیگر لازم نیست کوشش کنیم تا به سایرین عشق بورزیم. در عوض فقط کافی است با خودمان صادق باشیم. در آن صورت وسیله برای انرژی عشق خواهیم شد و کسانی که با ما در ارتباط هستند را نیز تحت تاثیر قرار خواهیم داد. عشق بودن همچنین به این معناست که از اهمیت پرورش روحم آگاه باشم، احتیاجاتم را برآورده کنم و توجه به خودم جزو آخرین اولویت هایم قرار نگیرد. چنین وضعیتی سبب می شود که همیشه نسبت به خودم صادق باشم و با خودم با احترام و محبت رفتار کنم. علاوه بر این به من امکان می دهد درباره چیزهایی که ناقص و اشتباه تعبیر می شوند قضاوت نکنم و با عشق بی قید و شرط آنها را موقعیت هایی برای کسب تجربه و یادگیری تلقی کنم. مردم از من میپرسند که آیا چیزی به نام عشق مفرد به خود وجود دارد؟ مرز آن کجاست؟ خودخواهی و خودمحوری در کجای این مرز واقع شده است؟ از دیدگاه من اصلا چنین احتمالی وجود ندارد. مرزی در میان نیست. خودخواهی از فقدان عشق به خویشتن ناشی می شود. سیاره ما همچنین ما انسان ها از این فقدان و سایر جنبه ها از جمله ناامنی، قضاوت و شرطی شدن رنج میبریم. برای اینکه بتوانم بدون چشناش به کسی توجه کنم، باید همین حالت را نسبت به خودم احساس کنم. من نمیتوانم چیزی به کسی بدم که خودم آن را ندارم. اگر بگویم که فرد دیگری را بر خودم ترجیح میدم، این حرف ادعایی بیش نیست و معنیش این است که نقش بازی میکنم و
وقتی که عشق باشم احساسی کمبود نمی کنم و نیازی ندارم که مردم برای اینکه آنها را دوست بدارم و در عظمت خودم شریکشان کنم مجبور باشند با روش خاصی با من رفتار کنند. اگر با خودم صادق باشم آنها خود به خود عشق مرا دریافت می کنند و اگر خودم را مورد قضاوت قرار ندهم دیگران را نیز قضاوت نخواهم کرد. با توجه به تمام این مطالب یاد گرفتم که مهمترین نکته در مواجهه با مشکلات این است که بیش از حد سخت نگیرم. بیشتر اوقات مشکل واقعی آن چیزی نیست که ظاهرا به نظر می رسد، بلکه قضاوتی است که نسبت به خود دارم. وقتی تصمیم بگیرم که بدترین دشمن خودم نباشم و خودم را دوست داشته باشم، خود به خود ناسازگاری کمتری با جهان اطرافم خواهم داشت و بردباری و گذشت در من بیشتر خواهد شد. اگر از عظمت خودمان آگاه شویم، دیگر احتیاج نداریم بر دیگران مسلط شویم و به دیگران هم اجازه نخواهیم داد که بر ما مسلط شوند. وقتی خود نامتناهی ام بیدار شد، فقط با این تشخیص که عشق هستم و همیشه عشق بودم، فهمیدم که زندگیم به شیوه فوق‌العاده‌ای متحول خواهد شد. لازم نیست هیچ کار خاصی انجام دهم که سزاوار آن باشم. درک این مفهوم به این معنی است که در جهت انرژی نیروی حیاتی حرکت می‌کنم. اگر فقط تظاهر کنم که دیگران را دوست دارم، برخلاف جهت آن انرژی کام برداشتم. تشخیص این که من عشق هستم مهمترین درسی بود که آموختم، چون به من امکان داد از تمام ترس‌هایم آزاد شوم و این کلیدی بود که زندگیم را نجات داد. خود بودن و به خود اجازه دادن. می دانم که این مطلب را قبلا هم گفتم، اما تکرار آن را لازم می دانم. در حال حاضر به جای اینکه از زندگی بترسم، از آن لذت می برم. و این ساده ترین تفاوتی است که در من ایجاد شده بین فردی که قبل از تجربه نزدیک به مرگ بودم و فردی که امروز هستم. قبلا هر کاری می کردم بدون اینکه خودم هم متوجه شوم، یا برای فرار از درد بود یا برای خوشحال کردن دیگران. من همیشه مشغول انجام دادن، دنبال کردن، تحقیق و موفق شدن بودم و آخرین نفری را که در نظر می گرفتم خودم بودم. انگیزه زندگیم ترس بود. ترس از رنجاندن دیگران، شکست خوردن، خودخواه بودن و شایسته نبودن و همیشه در ذهنم از خودم ناراضی بودم. اما بعد از تجربه نزدیک به مرگ دیگر احساس نمی کنم که برگشتم تا کار خاصی انجام دهم، بلکه فقط برگشتم تا باشم. به همین جهت هرچه انجام می دهم از روی عشق است. من دیگر نگران این نیستم که همه چیز را درست و آنچنان که باید شاید انجام دهم و یا مطابق قواعد و اصول خاصی رفتار کنم. فقط آنچه قلبم می گوید را دنبال می کنم و می دانم که با این روش دچار اشتباه نمی شوم. جالب این است که این روش کارآمدتر از روشی است که خود قبلی هم دنبال می کرد. این کار باعث خوشنودی عده بیشتری می شود، فقط به این سبب که خودم را خوشحالتر و آزادتر احساس می کنم. این روش بسیار تأثیر مطلوبی روی سلامتی هم دارد. من اکنون خودم را موجودی نامتناهی می بینم و جسمم مراقبت از خودش را به عهده گرفته است، چون می دانم که جسمم فقط بازتو آن چیزی است که در درون روحم می گذرد. علاوه بر این، عشق بی قید و شرط به خودم انرژیم را به میزان فوق‌العاده‌ای افزایش می دهد و جهان هم آن را منعکس می کند. دنیای بیرون آینه احساسی است که نسبت به خودمان داریم. با پس دادن هر گونه قضاوت منفی در مورد خودمان، امکان می دهیم که دنیایمان متحول شود و همزمان با این فرایند احساس اعتماد در ما بیشتر تقویت می شود. هرقدر احساس اعتمادمان بیشتر شود، برای کنترل کردن پیامد کارهایمان کمتر تلاش خواهیم کرد. اگر به جای پایبند بودن به اصول دیگران یا باورهای پیشین که دیگر کاربردی برایمان ندارند با این روند حرکت کنیم، حقیقتمان را به درستی منعکس می‌کنیم. همانطور که قبلا هم شرح دادم، پیش از تجربه نزدیک به مرگ همیشه در بیرون از خودم به دنبال راهنمایی می‌گشتم، چه از طریق جلب رضایت دوستان یا رؤسایم، چه از طریق جستجوی پاسخ سوالاتم نزد دیگران. من نظرات، نصایح، تعلیمات و قوانین را دنبال می کردم که سایرین وضع کرده بودند، فارغ از اینکه برایم مناسب بودند یا خیر. من به رسوم و آموزش ها چسبیده بودم، زیرا می ترسیدم که صحیح و حاوی اطلاعاتی باشند که من از آنها بیخبرم. در دوران تجربه نزدیک به مرگ متوجه شدم که با گوش کردن به تمام صداهای بیرونی خودم را گم کردم. انجام دادن کارها فقط به علت مبادا که، یعنی انجام دادن آنها از موضع ترس. من دیگر هیچ روش طریقه تشریفات، عقیده تعصب‌آمیز یا فلسفه تثبیت شده ای را دنبال نمی کنم. در واقع یکی از مهمترین قوانینی که برای خودم تعیین کردم این است که هیچ قانونی را نباید مطلق و همیشگی محسوب کنم.
فقط توجه می کنم که چه چیز در آن لحظه به نظرم صحیح می آید. از دیدگاه من زندگی یک تجربه معنوی است و من مداوما در حال تغییر و تحول هستم. اگر ما موجودات فعالی هستیم و از نیروی حیاتی فراگیر جدایی ناپذیریم، پس نیازمند یک نظام بیرونی نیستیم که برای ما تصمیم بگیرد یا ما بگوید که چگونه می توانیم انرژیمان را بالا یا پایین ببریم. هر یک از ما فردی یگانه هستیم، بنابراین هیچ کس واقعا نمی تواند موازین و نظام های عمومی و همه جانبه ای را تعیین کند که برای همه مناسب باشد. اما این درست همان کاری است که به نظر می رسد بعضی از نظام های معنوی و دینی انجام می دهند. وقتی چارچوبی تثبیت می شود، از همه انتظار می رود از آن تبعیت کند. کسانی هم که از چنین روش خودداری کنند مورد قضاوت منفی قرار می گیرند. چنین است که تشکیلات مذهبی نه تنها وحدت به وجود نمی آورند، بلکه موجب جدایی و تفرقه هم می شوند. پذیرفتن اعتقادات دینی ضرورتا مانع از ترس یا حتی آزار رساندن به دیگران نمی شود. برعکس، دنبال کردن یک راه معنوی فردی به این معنی است که واقعیت درونی من را برانگیزیم و از خودیت نامتناهی که همه ما در رأس از آن برخورداریم بهره مند شویم. بالاخره تجربه نزدیک مرگ مرا به خود آورد. حالا معتقدم مهمترین مطلبی که باید بدانیم این است که تشخیص دهیم ما به اینجا آمده ایم تا راه انفرادی خودمان را پیدا کنیم و آن را گرامی بداریم. اصلا مهم نیست که آیا از دنیای مادی کناره گیری می کنیم و مدت 20 سال در بالای کوه مدیتیشن می کنیم یا اینکه یک شرکت چند ملیتی چند میلیارد دلاری بنا می کنیم که با استخدام هزاران نفر وسیله امرار معاش آنها را تأمین می کند. ما می توانیم به کلیسا یا معبد برویم یا با فرد مورد علاقه من کنار ساحل بنشینیم و غروب باشکوه آفتاب را تماشا کنیم یا در پارک قدم بزنیم و از خوردن بستنی لذت ببریم. نهایتاً آن روشی برای ما بهترین است که خودمان انتخاب کنیم، وگرنه هیچ کدام آنها از دیدگاه معنوی مزیتی بر دیگری ندارد. من شخصاً احساس نمی کنم که به دعا و عبادت به درگاه یک الهه بیرونی که جدا از من است نیازی داشته باشم، چون می دانم که در تمام اوقات کاملاً با عالم هستی یکی هستم. احساس می کنم که زندگیم به خودی خود یک عبادت است، اما مدیتیشن را بسیار مفید می دانم، چون با آرام کردن ذهن به من کمک می کند روی آن نقطه مرکزی آگاهی، یعنی همون جایی که احساس می کنم با هر چیزی که در درون کل قرار گرفته متصلم، تمرکز کنم. شاید مدیتیشن برای دیگران چنین تأثیر خوشایندی نداشته باشد و هیچ اشکالی هم ندارد. مهم آن است که هر یک از ما به همان شیوه ای عمل کنیم که برای من کارساز است. اگر احساس می کنید که پیروی از یک روش برایتان آسان و سرگرم کننده است، فوق العاده است. اما به محض اینکه انجام آن برایتان مشکل می شود و احساس می کنید که عواطف و افکارتان را کنترل می کند، احتمالاً دیگر به دردتان نمی خورد. به نظر می رسد که حالت اجازه دادن محض مانند جایگاهی است که در آن تغییرات مثبت رخ می دهند. پس به خودتان اجازه دهید همان گونه ای که هستید باشید و از هر چیزی که حس زنده بودن را در شما بیدار می کند استقبال کنید. اعتقاد راسخ دارم بهترین کاری که برای خود و دیگران می توانم انجام دهم این است که آگاهانه خودم را با نشاط نگه دارم و هر کاری که موجب خوشحالی ام می شود انجام دهم. اما ممکن است تعجب کنید که من از مثبت اندیشی به عنوان یک تجویز همه جانبه و عمومی پشتیبانی نمی کنم، از آنجایی که تمام زندگی به هم متصل است. اگر روحیه خود را حفظ کنم تاثیر بیشتری دارد و همچنین تأثیری هم در آن کل می گذارم. اما هنگامی که مشاهده می کنم افکار منفی در من رسوخ می کنند، ترجیح می دهم با حالت پذیرش و بدون قضاوت اجازه بدهم که بیایند و رد شوند. وقتی سعی می کنم احساسات منفی را با زور سرکوب کنم و حالتم را تغییر دهم، هر قدر بیشتر کوشش می کنم افکار منفی هم بیشتر مقاومت می کنند. من فقط به آنها اجازه می دهم از درون من عبور کنند بدون اینکه آنها را قضاوت کنم و متوجه شدم که افکار و احساسات می گذرند. در نتیجه راه صحیح و مناسب به طور طبیعی برایم باز می شود و امکان می دهد همان کسی که هستم باقی بمانم. ضمناً این مطلب هم واقعیت ندارد که جلب چیزهای مثبت به معنی خوشحال بودن است. باز هم تأکید می کنم که کیفیت احساس ما نسبت به خودمان بهترین وسیله سنجش وضعیت زندگی من است. به عبارت دیگر با خود صادق بودن اهمیت خیلی بیشتری دارد تا اینکه فقط سعی کنیم روحیه مثبت داشته باشیم. من به خود اجازه می دهم در مواجهه با ناملایمات دید منفی خودم را نشان دهم، زیرا به نظرم خیلی بهتر است که انسان احساسات واقعیش را نشان دهد تا اینکه آنها را در درون خودش نگه دارد.
این حالت به معنی اجازه عبور دادن به احساسات واقعی است به جای جنگیدن علیه آن. اجازه عبور دادن بدون قضاوت کردن نمایانگر عشق به خود است. این اقدام محبت آمیز نسبت به خودم نقش مهمتری در ایجاد یک زندگی توأم با نشاط دارد تا تظاهر به خوشبینی. موضوع از این قرار است که ما از گفتگوی درونی آن فرد اطلاعی نداریم و نمیدانیم دیگران در هر روز زندگیشان به خودشان چه میگویند و آیا خوش و راضی هستند، و از همه مهمتر اینکه نمیدانیم آیا خودشان را دوست دارند و ارزشی برای خودشان قائل هستند. تجربه نزدیک به مرگ به من نشان داد که بسیار مهم است که خود را قضاوت نکنم و واهمه نداشته باشم. گفتگوی درونی من حاکی از این است که در امان هستم و مرا بدون هیچ قید و شرطی دوست دارند و پذیرفتند، و من نیز این انرژی را به بیرون منتقل می کنم و دنیای خارج خود را تغییر می دهم، چون زندگی بیرون من فقط بازتابی از حالت درونی است. مهم نیست که من روز یا هفته بعدی را پشت سر گذاشتم، بلکه مهم این است که در رویارویی با این روز یا این هفته چه احساسی در مورد خودم دارم. قبل از تجربه نزدیک به مرگ غالبا عادت داشتم احساسات ناراحت کننده را سرکوب کنم، زیرا معتقد بودم باعث جذب افکار منفی می شود. علاوه بر آن نمی‌خواستم باعث نگرانی دیگران شوم، بنابراین سعی می‌کردم افکارم را کنترل کنم و خودم را به مثبت بودن وادار کنم. اما حالا متوجه شدم کلید اصلی این است که انسان همواره به آن حالتی که واقعا هست احترام بگذارد و اجازه دهد با خودش صادق باشد. هماهنگ کردن زندگیمان با آنچه که واقعا هستیم فقط در این خلاصه نمی‌شود که خودمان را به تکرار کردن افکار مثبت وادار کنیم، بلکه مجبور این است کارهایی را انجام دهیم که ما را خوشحال می‌کنند و شور و اشتیاقمان را بیدار می‌کنند و بهترین وجه ما را بروز می‌دهند و احساس خوبی در ما ایجاد می‌کنند. همانطور که قبلا هم گفتم، ما با عالم هستی یکی هستیم و هدفمان این است که خود با عظمتمان باقی بمانیم. دنیای بیرون تنها بازتابی است از آنچه در درون ما می‌گذرد. زندگی من زمانی فروپاشید که توجهم را بر بیرون از خودم تمرکز می‌کردم و درگیر مقایسه کردن خود با دیگران بودم و در نتیجه خودم را با همه چیز و همه کس در رقابت می‌دیدم. در آن زمان احساس می‌کردم که همه چیز به اندازه کافی برای همه وجود ندارد و همین طرز فکر طمع و رقابت را در من ایجاد کرد. در آن مرحله احتیاج داشتم دیگران را متقاعد کنم که خودشان را با باورها و طرز فکر من تطبیق دهند، به جای اینکه از تفاوت‌ها و خصوصیات منحصر به فردمان استقبال کنم. همانطور که قبلا هم گفتم، کوشش در تغییر دادن وضعیت دنیا برای من کارساز نیست، چون چنین روشی فقط روحیه قضاوت کردن را تقویت می کند و منجر به این طرز تفکر می شود که اشکالاتی وجود دارند که باید تغییر کنند. اما برعکس، وابسته نبودن به هیچ اعتقاد یا طرز فکری مرا شفافتر کرده، به طوری که انرژی فراگیر می تواند در درون من هم جاری شود. وقتی در حالت اجازه دادن قرار می گیرم، اتفاقات مثبت بیشتری برایم پیش می آید. من قبلا به دنبال چیزهایی می رفتم که احساس می کردم می بایست انجام دهم تا از طریق آن به نتیجه خاصی برسم، اما همین به دنبال چیزی رفتن ناشی از ترس است، زیرا یعنی ما می ترسیم نتوانیم چیزهایی را که واقعا می خواهیم به دست آوریم. این وضعیت ما را در حالت دوگانگی نگه می دارد، چون فکر ما را بر جدایی ذاتی بین شکارچی و شکار متمرکز می کند. اما حالا دیگر به دنبال هیچ چیز نمی دوم، فقط اجازه می دهم که پیش بیاید. برای اینکه فرآیند اجازه دادن پیش بیاید، ابتدا باید اعتماد کنیم و سپس با خودمان صداقت داشته باشیم. در چنین وضعیتی فقط چیزهایی را جذب می کنم که واقعا متعلق به من هستند و همه امور آنطوری انجام می شوند که برای من مناسبند. تلاش برای رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایم جدایی را تحکیم می بخشد، در حالی که اجازه دادن یعنی این واقعیت را تشخیص دهم که چون همه ما یکی و متصل به یک دیگریم، آنچه که می خواهم همین حالا هم متعلق به من است. سخن پایانی. قبل از به پایان رساندن این کتاب، مایلم بار دیگر به چند نکته اشاره کنم. به خاطر داشته باشید که هرگز توانایی‌تان را از دست ندهید و با عظمت خودتان ارتباط برقرار کنید. برای هر فرد راه درست متفاوت است، ولی تنها راه حل جهان شمولی که می‌شناسم این است که خود را بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید و از اینکه خودتان باشید واهمه‌ای نداشته باشید. این مهم‌ترین درسی بود که من از تجربه نزدیک به مرگ یاد گرفتم و صادقانه احساس می‌کنم که اگر همواره این مطلب را می‌دانستم، هیچگاه مبتلا به سرطان نمی‌شدم. وقتی با خودمان صادق باشیم، وسیله‌ای برای نشر حقیقت در جهان می‌شویم. همه ما به یکدیگر متصلیم و بر زندگی اطرافیانمان نیز تأثیر می‌گذاریم. آنها هم به نوبه خود بر نزدیکانشان تأثیر می‌گذارند. تنها کاری که بر عهده ماست این است که همان عشق که هستیم باشیم و اجازه دهیم پاسخ‌هایمان به بهترین وجه از درونمان برخیزند. در آخر باز هم روی این نکته تأکید می‌کنم
که از زندگی لذت ببرید و به خودتان سخت نگیرید و زندگی را هم خیلی جدی تلقی نکنید. یکی از بزرگترین اشکالات نظام های معنوی سنتی این است که ما را وادار می کنند زندگی را خیلی جدی بگیریم. می دانید که من از ایجاد موازین متنفرم، اما اگر می بایست اصولی را برای یک روش معنوی شفابخش تنظیم کنم، اولین اصل این بود که هر روز تا می توانم بخندم، و چه بهتر که به خودم بخندم. از دیدگاه من چنین روشی بدون تردید مؤثرتر از هر دعا، مدیتیشن، آواز مذهبی یا رژیم غذایی می باشد. اگر به مشکلات روزمره زندگی از پس نقاب طنز و عشق نگاه کنیم، آنقدر مشکل به نظر نمی رسند. در این دوران تکنولوژی اطلاعات ما مداما و با سرعت برق مورد هجوم اخبار قرار می گیریم. همه ما در اصل فشارهای روانی شدید و ترس زندگی می کنیم و دائما در تلاشیم که خودمان را از هر چیزی که فکر می کنیم در بیرون است محافظت کنیم، تا آن حد که از یاد می بریم لذت ببریم و از آنچه در درون ما است مراقبت کنیم. زندگی ما عبادت ما است. این هدیه ای ما به عالم هستی است و بعد از ترک این دنیا میراث ما برای عزیزانمان خاطراتی است که از خود به جای میگذاریم. ما به خودمان و اطرافیانمان مدیون هستیم که خوشحال باشیم و شادیمان را به دیگران منتقل کنیم. اگر با حربه طنز زندگی کنیم و متوجه شویم که عشق هستیم، در این بازی جلو افتادیم. اگر به این مجموعه یک جعبه شکلات هم اضافه کنیم، آن وقت واقعا فرمول برنده را به دست آوردیم. آرزو می کنم با شادی به عظمت خود پی ببرید و با خوشی و بدون ترس زندگی کنید. نماسته، آنیتا مورجانی.